سلام دوستان، خب تو اینجا میخوایم یه نرم افزاری رو بهتون ارائه بدیم که در واقع واسه کارهای MIS Management Information System خیلی کمکتون میکنه و اگر میخوایم به صورت شخصی استفاده کنیم مثلا افرادی که فریلنس هستن و یا اینکه پروژه هاشون توی کامپیوتر خیلی زیاد شده و میخوان اونا رو مدیریت کنن میتونن از این نرم افزار استفاده کنن. این نرم افزار برای خوندن فولدرهای یه حالا روت فولدر یا یک کامپیوتر توی اکسل هستش و اینکه بتونیم اونا رو به راحتی توی اکسل مدیریت بکنیم. خب اگر برای اولین بار هست که این اکسل رو باز میکنیم ممکنه یه ریبون زرد رنگ این بالا ببینیم که به ازتون میخواد ماکرو رو اینیبل کنیم، چون این ماکرو این اکسل از طریق وی بی ای تهیه شده و ازتون میخواد که وی بی ای و ماکرو رو اینیبل کنیم که حتما برای استفاده از این اکسل این کار رو بکنیم. خب توی صفحه اول این اکسل چند تا دکمه میبینیم. دکمه اولی که خیلی استفاده میشه خانش فولدر هاست. ما از طریق این زدن این دکمه میتونیم یه فولدر رو انتخاب بکنیم که با توجه به انتخاب اون فولدر بخوایم تمام فایل ها، تمام فولدر ها، تمام مسیر ها رو توی این اکسل خانش کنیم. فرض کنیم مثلا کلا میخوام کل فولدر های دسکتاپ هم و زیرمجموعه اون رو مثل یه مپ یا نقشه داشته باشم. اگر روی دسکتاپ برم و کلمه دسکتاپ رو اونجا ببینم و اوکی کنم، این شروع میکنه تمام فولدرهایی که توی دسکتاپ هست و زیر فولدرهای اون رو میخونه. بسته به تعداد فولدرها ممکنه یه مقدار زمان طول بکشه. وقتی که این کار رو کرد میاد توی شیت فولدرز، اینجا بر اساس لبلهایی که وجود داره نقشه رو واسه من میکشه. اگه دابل کلیک کنیم روش میتونیم ببینیم که توی سطح اول مثلا books and documents وجود داره و زیر مجموعه های اون فولدر BPMN data mining و غیره هستش. تمام فولدر هایی که من توی در واقع دسکتاپ هم دارم و فقط هم یه درایو دارم همه رو اینجا واسه من خانش میکنه و قرار میده. حالا یه سری از اینا هایپرلینک هستن و یه سری هم به صورت مشکی هستن. اونایی که هایپرلینک هستن در واقع همون فولدرهای اون سطح هم که اگه من روشون کلیک کنم اون فولدر واسه من باز میشه و من میتونم محتویات داخل اون رو ببینم. اونایی که مشکی هستن دارن واسه راهنمایی لول بعدی هستن، یعنی در واقع میگه این BPMN زیرمجموعه books and documents و من میتونم روی BPMN که هایپرلینک کلیک کنم و محتویات داخل اون رو ببینم. همین نقشه توی اینجا خیلی کمک میکنه واسه MIS و واسه اینکه من بتونم به خوبی فولدرهام رو ببینم و مدیریت بکنم. توی قسمت بعدیش یعنی توی اینجا مسیر هر کدوم از این فولدرها رو هم به من نشون داده واسه اینکه حالا کارهای بیشتری بخوام بکنم و راحت باشم که حالا جلوتر با هم میبینیم. و یه دونه ستون داره واسه استاتوس که این در واقع کمک میکنه که من مدیریت بکنم، بگم مثلا میخوام این رو نگه دارم، اد کنم یه دونه، رینیم کنم یا ریمووش کنم. خب که اینا رو بیشتر با هم میبینیم. حالا فرض کنیم که من میخوام اصلا یه ساختار جدیدی رو ایجاد بکنم. من این مپ قبلیم رو میتونم از طریق پاک کردن نقشه این دوباره کوچیک شده. خب میتونم از طریق پاک کردن نقشه فولدرها این قسمت رو کلن پاک کنم و از اول ایجاد بکنمش. وقتی که این رو بذارم میبینیم که این شیت من سفید میشه و خالی میشه. حالا فرض کنیم که من میخوام از طریق ایجاد فولدرها یه ساختار سلسله مراتبی جدید و تمیز رو ایجاد کنم و یه سری فایل هامو اونجا موف کنم. برای این کار کاری که باید بکنیم توی سلول اول A1 باید حتما بنویسیم لول 1 که واسه اکسل تعریف کنیم که این سطح اول من هستش و بعد میتونم مثلا فولدرهامو داشته باشم. بر فرض مثال بوک، میخوام یه فولدر واسه بوک داشته باشم این ساختاری که درست میکنم، یا کارهامو مالتی مدیا داشته باشم، یا کارهام مثلا یه فولدر واسه ورک داشته باشم. حالا میخوام زیر مجموعه هر کدوم چون ساختار سلسله مراتبی داره و زیر مجموعه اونها رو درست بکنه. توی سطح دوم که لول 2 می‌نویسم میخوام زیر مجموعه بوکس کتاب‌های تحلیلی رو داشته باشم، آنالیتیکس،
توجه داشته باشین که فارسی نباید بنویسید و باید فولدر هامون به صورت انگلیسی باشه حتما. بعد زیر مجموعه بوک دوباره میخوام تحلیل آماری داشته باشم. اگر فارسی میخوایم بنویسیم بهتره که فینگلیش در واقع بنویسیم، یا مثلا داده کابی میخوام داشته باشم، دیتا ماینینگ. و زیر مجموعه مالتی مدیا میخوایم، این هر سه زیر مجموعه بوک هستش چون تو سطح دو و هم سطح هم دیگه است، میخوام تصاویرم رو داشته باشم، ایمیج، و میخوام ویدیو هام رو داشته باشم. زیر مجموعه بوک میخوام بر فرض آنلاین کورس هایی که درست میکنم رو داشته باشم، یا فایل هایی که اکسلی که درست میکنم، یا پروژه های پایتونی که دارم. بعد توی سطح بعدی، یعنی زیر مجموعه هر کدوم از این فولدرها، دوباره میخوام یه فولدر دیگه ای داشته باشم که میام لول، فرض کنیم من اشتباه نمیشم به این صورت، میدونیم که زرد رنگ نمیکنه و میدونم که الان اشتباه هستش، بهتر میتونم متوجه شم، برمی تغییرش میدم به لول 3. خب تو لول 3 بوک باید جلوش خالی باشه دیگه، به خاطر اینکه این اینجا ایجاد شده و اگر میخوام چیزی ایجاد بکنم باید زیر بوک باشه. در این حال جلوی آنالیتیکس هم باید خالی باشه چون میخوام زیر مجموعه آنالیتیکس بر فرض مثال کتاب مثلا ایجاد داشبورد ها رو داشته باشه، یا مثلا توی تحلیل های آماری میخوام آمار توصیفی رو داشته باشم، یا بر فرض زیر مجموعه ایمیج ها میخوام مثلا عکس های خانوادگی رو داشته باشم. یا میخوام دوستان رو داشته باشم. مثلا از این مجموعه ویدیو میخوام سریال هامو داشته باشم. یا فیلم هام رو داشته باشم. بهتره نداشته باشم. خب. یا مثلا از این مجموعه اکسل میخوام اونایی که مربوط به مدیریت میشه رو داشته باشم، یا اونایی که مربوط به تجزیه تحلیل داده ها هستش. و غیره. حالا من دیگه طولانی ترش نمی کنم، میتونیم تا هر چقدر دلمون خواست سطح داشته باشیم و لول داشته باشیم و اینا رو کوچیکتر و ساختارمون رو بهتر کنیم. بعد از اینکه ساختار سلسله مراتبی رو ایجاد کردیم، باید بریم تو قسمت کنترل پنل ایجاد فولدرها رو بزنیم. وقتی که ایجاد فولدرها رو میزنیم، از ما میخواد که یک فولدر رو انتخاب بکنه. فرض کنیم میتونیم خود دسکتاپ رو انتخاب بکنیم و همینجا اینا رو بسازه، اما چون فولدرهای دیگه ای داریم توی دسکتاپ، بهتر که یه دونه، بر فرض من تست 3 رو ایجاد میکنم و توی این روت فولدر من هست و اینجا میخوام این ساختارم ایجاد بشه و اینجا اسم تست 3 باید توی فولدر نیم باشه. وقتی که اوکی رو میکنم، دان رو دیدم، بیام اینجا میتونم ببینم که نقشه من ایجاد شده، یعنی نقشه فولدرهای من، و هر کدوم از اینها رو میتونم روش کلیک کنم و مشاهده کنم. فرض کنیم روی بوک، میبینیم که بوک رو باز میکنه و زیر مجموعه‌اش رو به ما داره نشون میده. توی تست 3 جایی بود که میخواستم فولدرها همه ایجاد بشه، میبینیم که بوک، مالتی مدیا و ورک رو ایجاد کرده. زیر مجموعه بوکس آنالیتیکس مثلا دیتا ماینینگ زیر مجموعه نداشته، درسته؟ درسته. و یا مثلا توی تحلیل ها داشبورد رو دارم من، یا اگر بخوام برم توی مالتی مدیا، فرض کنین اصلا از همینجا بخوام برم این رو ببندم، توی مالتی مدیا زیر مجموعه مالتی مدیا من ویدیو و عکس ها رو داشتم و زیر مجموعه عکس ها دوستان رو داشتم و عکس های خانوادگی رو داشتم. و یا مثلا توی کار زیر مجموعه هاش رو به راحتی دارم میبینم. خب آنلاین کورس زیر مجموعه نداشته، ولی اکسل و فرض دوتا زیر مجموعه داشته.
خب از این طریق من میتونم نقشم رو همیشه داشته باشم. وقتی که حالا بار اول ایجاد کردیم که از جایی میخونیم، فرض کنین من اومدم توی، به جای اینکه توی اکسل تغییراتی رو ایجاد بکنم، همینجا اومدم مثلا توی بوکس من رمان هام رو اضافه کردم و در رمان ها بر فرض اومدم یه رمان فارسی قدیمی گذاشتم، فارسی های جدید رو گذاشتم و حالا دیگر زبان ها یا آدر همین. خب من اومدم این تغییرات رو اینجا اعمال کردم، اما اینجا اگر بخوام این تغییرات رو داشته باشم باید بیام توی کنترل پنل خانش فولدر ها رو از اول بزنم، تست 3 رو انتخاب بکنم و اوکی کنم. با این کار دوباره میاد نقشه من رو بروز میکنه و اینجا برای من قرار میده. و اگر ببینید توی قسمت بوکس من رمان هام رو دارم و میتونم دوباره رمان هام رو کامل اینجا ببینم. پس داره بروز رسانی رو هم برای من این کار انجام میده. خب دو تا از دکمه مهم رو دیدیم. حالا فرض کنیم من تو خود اکسل میخوام یه سری تغییرات رو بدم و توی فولدرها ایجاد بشه. فرض کنیم مثلا توی این قسمت من میخوام یه سری فولدر اضافه کنم، یه لول جدید میخوام اضافه کنم، لول 4 و بعضی مجموعه فیلم من میخوام یه فولدر جدید بر فرض فیلم انگلیسی داشته باشم یا فیلم های فارسی رو داشته باشم. توجه داشته باشید که وقتی یه چیزی رو میخواین اعمال کنین اینجا خالیه، هیچ وقت نباید خالی باشه، حتما باید یه چیزی واسش نوشته شده باشه، یا میخواین رو نگه دارین یا میخواین اضافه کنین یا هر چیزی. الان من این دوتا فولدر رو میخوام اد کنم، یعنی اضافه کنم. فرض کنین من الان میخوام برای عکس ها یا یه جایی رو رینیم، مثلا سریال ها رو میخوام رینیم کنم، بنویسم سریال هاش رو بردارم. الان این رو رینیم باید انجام بدن باسش. یا میخوام یک فولدری رو پاک کنم، فرض کنین تحلیل های آماریم رو میخوام کلن پاک کنم. اگر این رو پاک میکنی تحلیل آماری رو، توجه داشته باشی آمار توصیفی هم که زیر مجموعه تحلیل آماری هست پاک میشه، هر فایلی که تو این فولدر و تو این فولدر هم باشه پاک میشه، پس زیر مجموعه های اون رو هم دارم پاک میکنم. این رو در نظر داشته باشی. خب این تغییرات رو میخوام اعمال کنم، میام اینجا توی کنترل پنل به روز رسانی فولدرها رو میزنم که میگه updated. وقتی که برگردم میبینم که مثلا فیلم فارسی یا انگلیسی ایجاد شده و فولدرش هم اینجاست، مثلا زیر مجموعه فیلم، فیلم انگلیسی و فارسی که قبلا زیر مجموعه نداشت، یا سریال ها به سریال تبدیل شده و اینجا من سریال رو اگه ببینم پدفش هم تغییر میکنه و هر چیزی که زیر مجموعه اون باشه. مثلا رومن ها رو اگر من بخوام تغییر بدم مثلا به مثلا کتاب داستان، من اینو میخوام تغییر بدم به کتاب داستان، بعد این رو رینیم کنم و بعد از اینکه رینیم کردم میام تو کنترل پنل به روز رسانی فولدر رو میزنم. وقتی به روز رسانی انجام بشه میام اینجا میبینم کتاب داستان تغییر کرده و این پدفی که اینجا بوده به کتاب داستان و همچنین زیر مجموعه هم مسیرش درست شده به کتاب داستان شده و تغییر کرده. خب این یکی از قابلیت‌های خوبی این اکسل هست که من میتونم فولدرهامو به خوبی منیج کنم. حالا فایل هام رو میخوام منیج کنم. فرض کنین من الان اینجا خالیه، یک سری فایل دارم، الان این ساختار رو ایجاد کردم یا حالا فایل ها از قبل هستم، میخوام اونها رو مدیریت کنم. اول از همه باید اونها رو بخونمش. خانش اگر فایل ها رو بزنیم، فرض کنین من توی اکسن داکیومنت سه سری فایل دارم، این فایل ها رو میاد اینجا واسه من ردیف میکنه
و الان هم مسیرش وجود داره هم هایپرلینکه، یعنی من به راحتی میتونم روی این برفرض بزنم و اون کتاب رو باز کنم و من مطالعه کنم چه کتابی بوده. و اینجا حالا من چون مالتی مدیا مثلا اینجا MP3 های من هستش که واسه کتاب های The Art of War هستش که اگر پلی کنم میتونم این رو همینجا مشاهده کنم، یعنی گوش بدم بهش که در واقع مثلا پلی خب حالا من فقط نمیخوام اینها رو مطالعه کنم، میخوام یه سریاشون رو موف کنم. بر فرض مثال من میخوام تمام اینها رو به فولدری که اینجا هست انتقال بدم، میخوام به فولدری که اینجا هست انتقال بدم. کافیه که مثلا این مسیر بوک رو اگر دارم بیام این رو کپی کنم، کپی میگیرم ازش، بیام توی فایل برفرض اینجا قرار میدم، یا میخوام اینا رو ببرم اینجا، اینا رو کپی میکنم و مسیرش رو اینجا قرار میدم. یا اگر اینجوری سخته میتونم مساوی قرار بدم، یا توی فولدرز مثلا این فولدر رو انتخاب بکنم، یا مثلا دوباره میخوام این رو انتقال بدم به یه چنین فولدری، میتونم از مساوی استفاده کنم. یا باز هم هی من توی شیت ها دارم به سختی این ورم ورم میشم، میتونم کلا این مسیرم رو کپی کنم، کل ستون رو گرفتم، کل ستون رو کپی کردم، میام اینجا کنارش میذارم و بعد میام اینجا برفرض مساوی میزنم. خب اینو میخوام ببرم توی این قسمت، به این راحتی میتونم کپی پیستم رو انجام بدم. یا حتی ازن از یا برفرض اینجا مساوی این قرار میدم، یا یه راه دیگه ای که دارم میتونم از دیتا ولیدیشن استفاده کنم، یا توی این تولز لیست رو انتخاب بکنم و این لیست رو برابر با این قرار بدم. خب و حالا میتونم بین اینها انتخاب داشته باشم. یه ذره باید بزرگش کنیم این که بهتر دیده بشه. خب حالا میتونم اینجا باز هم به راحتی اصلا بیارم کتاب داستان بوده، بعد البته اینا رو باید بیارم پایین همه رو و بعد تغییرات رو بدم، یا اصلا این اولد بوده یا هر چیزی. بعد از اینکه این تغییرات رو اعمال کردیم میتونیم بیاریم تو کنترل پنل انتقال فایل ها رو بزنیم. معلوم باسه اینا نمیزنم به خاطر اینکه کتاب های من رو انتقال میده با این تست من. حالا میتونم فرض کنیم من اگر دلیت کنم الان اینجا، چون میخوام نقشه فولدر هامو پاک کنم. خب اینا توی کنترل پنل پاک کردن نقشه فایل هام رو میزنم، الان فایل های من پاک شده. من میخوام از یه جای دیگه که تست هستش اینا رو فراخوانی کنم، خانش فایل ها. مثلا فکر کنم تو تست دو یه سری فایل داشتم، ببینم. آره این فایل ها رو میتونم خوب انتقال بدم. حالا میخوام اینها رو انتقال بدم به این فولدر ها، میام کپی پیست میکنم که راحت نرخوام از این ور به اون ور برم، و بعد بر فرض این رو میخوام بدم به این، اینم میدم به دوباره بوک، دوتا بوک میدم مثلا به انالتیکس، میدم مثلا به ورک، میدم به اکسل، اینم میدم به اکسل برش، اینم میدم به اکسل. خب این رفت زیر مجموع اکسل چون خونون داشتیم. خب حالا اکسل رفتش. حالا میام انتقال رو میزنم. انتقال فایل ها رو اگر بزنیم، بیایم اینجا، این فایل ها الان منتقل شدن به مسیرهای اصلی، اما این فایل پک رو من آپدیت نشده. اول بیاییم چک کنیم، میبینیم که توی بوک اگر بزنیم این دوتا داکیومنت من که PDF فایل بودن رو اینجا آورده، یه سری ها تو آنالیتیکس بوده،
که توی آنالیتیکس هم بوده، توی داشبورد فکر نکنم چیزی گذاشته باشم، توی اکسل یادم که گذاشتم، میگم توی اکسل رو باز میکنم و میبینم که فایل های من انتقال پیدا کرده. خب فایل های من انتقال پیدا کردم، الان این در واقع هایپرلینک ها آپدیت شدن و اگر من روشون بزنم باز میشه اون فایل من، اما این فایل پاتف من آپدیت نشه. یه راهی که دارم میتونم اینا رو کپی از ولیو کنم، کپی کنم پیست از ولیو کنم، بیام اینجا پیست از ولیو کنم که الان دیگه آپدیت رو دارم، یا اینکه بیام مثلا از اول آپدیت کنم، میام پاک کردن نقشه رو میزنم، میتونم از اولم خانش رو بزنم، خانش هم بزنیم پاک میکنم، دوباره خانش فایل ها رو میام این دفعه توی تست 3 که انتقال پیدا کرده خانش میکنم. اگه بیام تو فایل ها، این یه دونه این قسمت رو اگر یادتون باشه وقتی که من داشتم کپی پیست میکردم اینجا بودش، چون یه سری ها رو پاک کردیم دوباره آورد زیرش، بخاطر همینم من دفعه قبل اول اومدم اینا رو پاک کردم به این صورت دلیت کرده بودم. بزن دوباره خانش رو بزنم، حالا بهتر شد. حالا این فایل ها رو مسیرهاش هم به روز رسانی کرده و گذاشته اینجا بسه من و من میتونم هایپرلینک درست بود دوباره اینا رو الان آپدیت دارم. هر دفعه که آپدیت کردین، حالا یا تو فولدر یا هر جای دیگه، بیاین دوباره خانش و بروزرسانی رو بزنیم. اینا بروزرسانی فایل های موجود رو انجام میدن. این بروزرسانی یعنی من توی اینجا ادیتی رو انجام داده باشم و بروزرسانی رو کرده باشم. خب این دکمه ها رو دیدیم. ما از طریق این اکسل به راحتی میتونیم یک نقشه از فولدر هامون داشته باشیم، اونا رو مدیریت کنیم، چه داخل اکسل چه داخل اون فولدر هامون، و به راحتی هایپرلینک شده و باز کنیم. همچنین واسه فایل هامون، همه فایل ها رو میتونیم تو اکسل داشته باشیم و اینا رو مشاهده کنیم، ببینیم چه فایلی بوده و به کجا باید انتقال پیدا کنه و منتقلشون کنیم. خب امیدوارم که این اکسل کمک شایانی رو به شما عرضه بکنه. ممنونم از توجهی که داشتین. خدا نگهدار.